اون داستان شفافیت سگانه یا سه قوه حالا اون پیشکشتون فعلا با همین شروع بکنی من از مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم و از آقای قالیباف این مهمترین چیزی هستش که شما باید بهش بپردازین آقای قالیباف اینکه فامیلتون میرن ترکیه چیز میز میخرن اون به شما ربطی نداره و شما مبرا هستین از اون ولی این وظیفه شماست مسئولیت شماست و من ازتون خواهش میکنم درخواست میکنم چندین برنامه ساختم قبلا گفتم که این این درخواست مردمه این مطالبه مردمه و شما به عنوان شخصی که میگین انقلابی هستین و مردمی هستین خب این اولین کاری است که باید بکنین اولین قدمی است که به باور من باید بردارین در هر صورت این داستان شفافیت آرا میخوام بگم زیربنای زیربنای مبارزه با فساد هست و خیلی مهمه و امیدوارم که همیهنان نازنین من هم به این مهم واقف باشن و شما هم مطالبه بکنین در فضای مجازی برین و ترند بکنین شفافیت آرا هر جا که میتونین اینو بنویسین برین برین تو تلگرام تو تلگرام آقای قالیباف تلگرام دارن و توییتر هم دارن بریم براشون تویت بزنین شفافیت آرا اینو ترند بکنین هشتگ بزنین برایشون بفرستین که چه بسا آقای قالیباف باید یه کاری بکنه اون نماینده مجلس که خب معلوم نیستش که ما نمیدونیم نمایندگان مجلس با وجدان انقلابی ملی داریم و حتما هم تعداد زیادشون از این گروه دسته هستن ولی تعدادشون هم هستن که نیستن از این گروه دسته بیشترشون از اون گروه مخالف هستن که ما باهاشون مسئله داریم خب ما چنین نمایندگانی رو نمیخوایم پس از شما بینندگان عزیز خواهش میکنم این برنامه رو به اشتراک بگذارین و این هشتک شفافیت آرا این فراموش نشه ما هر کسی تک تک ما به سهم خودمون میتونیم یه چیزایی رو تغییر بدیم همون بهش میگن آتش به اختیار رهبرمون که گفتن ما که دنبال خرابکاری این چیزا نیستیم دنبال حقمون هستیم حقمون هم از, از طریق مجلس هست و اینطوری باید اگر اونا نمیخوان به حرف مردم گوش کنن به خواسته مردم و اومدن خودشون رو چپوندن تو مجلس با تزویر و دروغ خب ما اینو بر نمیتابیم ما علیهشون میایم هشتک میزنیم و مطالبه میکنیم و انشالله که به خودشون بیان و به ویژه از آقای قالیباف انتظار داریم و از رئیس جمهور عزیزمون انتظار داریم که اینها رو مطالبه بکنن ازشون و این کاری است که از دست ما تک تک ما ساخت از خودمون رو کم نگیریم و بدونیم که از راه قانون از راه مسالمت آمیز به خیلی چیزا میتونیم برسیم فقط این آگاهی میخواد که بدونیم چی داره میگذره یعنی در واقع این سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است و فرار به جلو و فعلا شما همین شفافیت آرا رو درست کنین بقیه پیشکشتون خب عزیزان من دوستتون دارم با عشق برای عاشقان ایران عضو کانالا بشین و عضویتتون رو چک بکنین لایک بکنین که برنامه رو دوستش نظرتون رو بنویسین و مهمتر از همه چیز خواهش میکنم برنامه رو به اشتراک بگذارین با عشق برای عاشقان ایران بذارین این ساختمون یه بار دیگه ببینیم این ساختمان هرمی چی بودش گفتن که این توی نشریه تصنیم میگن این ساختمان هرمی خب ساختمان هرمی برای اینکه فراموسونوری دیگه من توضیح دادم در هر صورت امیدواریم که در این ساختمان هرمی چیزای خوبی اتفاق بیفته و امیدوارم که در حالا آینده یه بودجه هم بذارن این هرمه رو یه مدلی تغییر بدن که از این شکل منحوس هرمی در بیاد من هندسه رو دوست دارم هرم هم دوست دارم ولی در رابطه با این فراموسونری و نفوزی ها اصلا و عباده هر چیزی که هرم میبینم مثلا حالا بد میشه و می‌خوام بگم تعصب بی خودی هم ندارم واقعا بدون اینکه پشت پرده و صحنه همین چیزا داره اتفاق میفته جلو چشممون یکی از اون موضوعی هرمی هم همین داستان کرونا بود و هست خب با سپاس از شما که وقتتون گشتین برنامه رو دیدین با عشق و عاشقان ایران خدا نگهدار